سلام، امروز میخوایم در مورد موجودات انسان نمایی توی بیمارستان باهاتون صحبت کنم. همون موجوداتی که بیشتر بدنشون با اندامهای مصنوعی ساخته شده و به اونها در اصطلاح میگیم بیماران. هممون میدونیم موقعی که اونها ما رو دنبال میکنن، اگر روی اونها نور بتابونیم متوقف میشن. اما چرا این عکس العمل رو از خودشون نشون میدن در حالی که به نظر نمیاد اونها بتونن چیزی ببینن، مخصوصا که اکثر اونها اصلا سر و چشم ندارن تا برای این کار کمکشون کنه؟ به نظرم برای فهمیدن این موضوع باید سری به لیتل نایتمرز 1 بزنید. قبل از دیدن ویدیو یادتون نره حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. در اینستاگرام هم مطالب متفاوتی میذاریم، پس اونم فالو کنید و یادتون باشه این ویدیو هابی اسپویل. حالا بریم سراغ ویدیو. برای اولین بار این مخلوقات رو توی تریلر بازی لیتل نایتمرز 2 دیدیم. توی تریلر به این اشاره شد که با تابش نور روشون حرکتشون متوقف میشه و خشکشون میزنه. اما خب چرا این اتفاق میفته؟ برای کمک به حل این معما نیاز به این داریم که به DLC سری اول بازی سری بزنیم و ببینیم همچین چیزی اونجا هم وجود داشته یا این اتفاق برای اولین باری که داره میفته. من و خیلی از شماها که DLC بازی رو انجام دادن میدونن که این اتفاق رو قبلا هم تجربه کردیم. برای اونهایی که انجام نداده هم صحنه‌ای از DLC رو گذاشتیم که متوجه داستان بشن. توی DLC سایه های ماسکداری رو داشتیم که بهمون حمله میکردن و وقتی روی اونها نور میتابید از بین میرفتن. اسم اون موجودات تاریک شادو چیلدرن و سایه بچه ها بود که بچه فراری با چراغ قوه‌ای که داشت روی اونها نور میتابید و اونها رو از بین میبرد. وقتی که اونها از بین میرفتن چیزی ازشون به جز ماسک شکسته باقی نمیموند و دود میشدن میرفتن هوا. اما چه ارتباطی بین اونها و بیماران وجود داره؟ شادو چیلدرن ها از چیزی ساخته شده بودن که توی دنیای بازی بهش میگن قدرت تاریکی و به وسیله اون قدرت تاریکی همه چیزو زنده نگه می‌داشتن. حتی میتونید توی بازی ببینید که لیدی هم از همین قدرت برای زنده موندن استفاده میکنه. زمانی که سیکس مجسمه لیدی یا همون شیشه عمر لیدی رو به پایین پرتاب میکنه و اون رو میشکنه، از درون مجسمه دودی سیاه که همون قدرت تاریکیه به هوا میره. به عبارت دیگه قدرت تاریکی همون سایه هست و چه چیزی سایه رو از بین میبره؟ معلومه، نور. زمانی که به شادو چیلدرن ها هم نور میتابه همین اتفاق براشون میفته و نور باعث مرگ اونها میشه. اما در مورد بیماران نمیبینیم سایه یا دودی از اونها بیرون بزنه، حداقل من که ندیدم. احتمالاً به خاطر اینه که اون سایه ها یا دود سیاه درون بدن های اونها مخفی شده و اگر دقت کنید وقتی نور به اونها میتابه اونها نمیمیرن، فقط متوقف میشن و وقتی نور رو ازشون بردارید دوباره حرکت میکنن. این نیرو چیزیه که توسط دکتر درون بدنهای انسانها یا باقی مونده بدنها گذاشته شده و آنها را زنده کرده و ظاهراً برای زنده کردن مخلوقاتش فقط بخشی از بدن کافیه و نیازی به تمام بدن نداره. همونطور که جلوتر میبینیم موقعی که بیماری که به تخت بسته شده بود شروع به حرکت میکنه، دستش از بدن جدا میشه و مونا رو دنبال میکنه. همون زمان ما میبینیم بقیه بدن دیگه حرکت نمیکنه و جان نداره، چون منبع حیات اون بدن همون یک دست بوده. پس تا اینجا فرق بین شادو چیلدرن ها و بیماران رو فهمیدیم. تنها فرقی که از نظر زنده موندن دارن اینه که شادو چیلدرن ها چون پوسته بیرونی ندارن موقع تابش نور از بین میرن، ولی بیماران چون بدن بیمار مثل پوشش عمل میکنه و نور ازش عبور نمیکنه میتونن باقی بمونن و توی تاریکی دوباره حرکت کنن. یک مثال بهتری که برای این تئوری دارم بچهای چینیه. اونها هم نیروی تاریکی رو با پوسته چینیشون مهار کردن و توی نور میتونن حرکت کنن. وقتی پوسته چینیشون رو میشکنیم در مقابل نور جانشون رو از دست میدن. نیروی تاریک در مرکز بدن بچهای چینی قرار داره. برای اینه که میبینیم بعضیاشون با سرهای شکسته هنوز هم زندن. موقع شکستن بچهای چینی اگه دقت کنید دود سیاه رو میبینیم که از بدن اونها خارج میشه و اونها میمیرن. نکته دیگه که توجه منو به خودش جلب میکنه اینه که در بخش اتاق ماسک‌ها میبینیم که دکتر ماسک‌هایی رو میسازه در معرض نور قرار میده. من فکر میکنم با این کار اونها رو در مقابل نور مقاوم میکنه که بتونن نیروی تاریک رو در محافظت خودشون قرار بدن که نور به اون آسیب نزنه و مصرف کننده بتونه توی نور هم حرکت کنه. شاید افرادی که از نیروی تاریک استفاده میکنن شبیه به مترسک باشن، یعنی از داخل خالی باشن یا با چیزی شبیه به عروسک‌هایی که با الیاف و چوب پر میشن پرشون کرده باشن و همه چیز به پوسته‌ای که روشون قرار میگیره بستگی داره. مثلا به بچهای چینی دقت کنید، اونها داخلشون هیچی نیست، فقط اون پوسته خارجیشونه که اونها رو زنده نگه میداره. شاید این بتونه به ما بگه که چرا جنیتر دستان به اون درازی و انعطاف پذیری داره، یا معلم چطور گردنش انقدر کش میاد، و یا اینکه دکتر به اون چاقی میتونه روی سقف راه بره. من در تئوری دکتر به این اشاره کردم که دکتر کاملا باد کرده، همه جا شبیه به بادکنک میمونه، شاید واقعا بادکنک باشه. داستان نور و سایه به اینجا ختم نمیشه و احتمال اینکه تمامی دنیای بازی بر همین اساس استوار باشه هست. اگر به ما برگردیم متوجه میشیم که نور توی اونجا حکم نیروی امنیتی رو بازی میکنه
و وقتی به بچه‌های فراری میتابه اونها رو خوش میکنه. این احتمال وجود داره که بچه‌ها هم با همین نیرو زنده باشن، چون بچه‌ها نیازی به غذا خوردن ندارن و وقتی که نور قوی به اونها از طریق چشم‌های امنیتی میتابه اونها به سنگ تبدیل میشن. نور اون نیروی داخل بچه‌ها حتی سیکس رو از بین میبره، اما نورهای ضعیف کاری به اونها نداره. شاید بچه‌ها و حتی سیکس به نور بیشتر و قوی‌تری برای از بین رفتن نیاز دارن. احتمالاً این ساختار توی کل دنیای بازی وجود داره و استثنایی هم وجود نداره و همه رو شامل میشه. همین مدل چشم توی وری لیتل نایتمرز هم بود و بچه‌های فراری رو به سنگ تبدیل می‌کرد. توی صحنه‌های چشم و نوری که میتابونه، اگر به سیکس هم دقت کنید که در معرض نور قرار می‌گیره، می‌بینید که دود سیاه از بدنش خارج میشه و به سنگ تبدیل میشه. در مورد قدرت تاریک لیدی میتونیم اینطور برداشت کنیم که قدرت لیدی خیلی قوی‌تر از سایرینه. اگه دقت کنید قدرت لیدی حتی تاریک‌تره و دود بیشتری داره. موقعی که سیکس قدرت لیدی رو میگیره، انقدر زیاده که دودهای سیاه درون بدنش جا نمیشن و میبینیم که در حال حرکت اطرافش رو گرفتن، شبیه به چیزی که در تریلر بازی در مورد مرد لاغر میبینیم و نشونه این میتونه باشه که مقدار قدرتی که این کاراکتر داره خیلی بیشتر از بقیه کاراکتر هاست. زمانی که سایه بچهای قایم شده در اطراف بازی هم میخوان ناپدید بشن، این افکت رو نشون میده و تکه تکه از هم جدا میشن. موقعی که سیکس در آخر بازی قدرت لیدی رو جذب کرده، به طرف مهمانها هم حرکت میکنه، نیروی تاریک اونها رو هم جذب میکنه و میبینیم که مهمانها هم با همین قدرت تاریک زنده هستن و بدون اون میمیرن. خب ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم.